برای تحلیل این مباحث همراه هستیم با مرتضی انواری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، همانطور که در گزارش هم شنیدید، سخنان مقامات ایران و آمریکا به نوعی شکل جنگ کلامی امنیتی اطلاعاتی به خودش گرفته. این استراتژی جدید رو چگونه تعبیر می‌کنید؟ قبل از اینکه به استراتژی برسم، نکته‌ای که مهمه غلو جمهوری اسلامی در همه این مسائل هست. گوگل اعلام کرده بود که 30 نفر از کسانی که در سراسر دنیا از پیامرسان گوگل استفاده می‌کردن شناسایی شدن. اون 30 نفر به حساب آقای محمود علوی شد 290 نفر و در همه چیز در مسئله توانایشان غلو میکنن. ولی یه روندی من میبینم که بسیار نگران کننده است و این روند رو یه سری علائم مثل علائم تهدید آقای ولایتی که اگه یکی بزنیم 10 تا میزنیم، نمایش هواپیمای F5 جمهوری اسلامی، نامه های آقای ظریف به وزرای امور خارجه دنیا و نهایتاً افزایش فشار از طرف آمریکا، چه از لحاظ تحریم ها و چه از لحاظ تحریم نیروی سپاه، نشان دهنده روندی است که به خصومت و درگیری داره نزدیک میشه. آمریکا شرایط 12 گانه رو داده بود برای حتی ابراز دوستی با ایران و مهمترین اونها خروج ایران، نیروهای ایران از سوریه بود که با موافقت ایران مواجه نشد و سرسختی ایران و دنبال روی استراتژی دراز مدت ایران که بخوان از طریق عراق و سوریه برن قدس بگیرن هنوز ادامه داره و این جنگی نیست که مردم ایران بخوان در اون دخالت شرکت کنن و بدبختی ها اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گریبانگیر مردم شده تقریبا همه به خاطر این محور دشمن تراشی و پارانویای رهبریت جمهوری اسلامی که مردم رو گرفته و میبینیم به مرحله رسیده که بعد از 40 سال مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ اولش بر همه کشورها، حالا کانسنتریت شده به مرحله ای که توجه دنیا رو به خصوص آمریکا رو گرفته و به خصوص بعد از فراغت آمریکا از برنامه های مبارزه با القاعده و داعش، الان نوبت ایران شده. حالا یا ملت ایران این درک رو میکنن که باید از این برخورد جلوگیری کنن ولی ضررهاش بسیار بسیار زیاده و یا تحمل میکنن جمهوری اسلامی رو و این جمهوری اسلامی با این حرکات احمقانه ای که در سطح دنیا انجام میده، برای یه رهبری به که هر کاری بکنین که دشمن رو عصبانی بکنین جایز است. این حرکت بچگانه باعث میشه که ما رو به خطر بندازه. آقای انواری، اشاره کردین در صحبتاتون که این روند به یک درگیری داره نزدیک میشه. آیا فکر میکنین که درگیری نظامی در بین ایران و آمریکا پیش خواهد آمد؟ اگر مثلا در 10 سال گذشته 10%، 5% بوده، احتمال درگیری الان به بیش از 50% رسیده و این زنگ خطری است که نه تنها تحلیلگران به خصوص در کشورهای دیگه این خبر رو شما میشنوید از زاویه‌های مختلف. احتمال درگیری اگر یکی از این طرف‌ها کاملا عقب گرد نکنه، احتمال درگیری بسیار بسیار قوی است. آیه انواری، اشاره کردی که احتمال درگیری نظامی وجود داره. اگر این درگیری احتمالاً رخ بده، فکر میکنید کدوم کشورها پاشون به میان بیاد؟ از طرف ایران واقعا دوستی نداشته برای خودش، مجبور با حزب الله و نیروهای بسیار افراطی که در سراسر دنیا جمع کرده فقط با اونا کار کنه. ولی اگر درگیری پیش بیاد، به احتمال قوی از طرف اسرائیل و کشورهای متحده عربی که جبهه‌ای تشکیل دادن به نام عرب نیتو یا ناتوی عربی زیاد بشه. من فکر میکنم اگر گسترده بشه، حتی پای پاکستان هم برای مبارزه با ایران پیش میاد، گرچه پاکستان الان در مرحله دوستی با عربستان سعودی و ایران هست. ولی متاسفانه اگر این جنگ درگیر بشه، ایران بازنده اصلی این جریان هست و سالها طول میکشه که برگردیم به زمانی که بودیم. آیا انواری، سپاس از همراهی شما. درود بر شما.
برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. دادستان استان گلستان از بازداشت 25 جوان در یک مهمانی مختلط خبر داد. رضا سید حسینی به خبرگزاری ایسنا گفته این گروه دختر و پسر در خانه‌ای در ناهارخوران گرگان در حالی که مشروبات الکلی مصرف کرده و لباس‌های به گفته او نامناسب به تن داشتند بازداشت شدند. آقای سید حسینی گفته در این محل چندین لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز هم کشف و ضبط شده. به گزارش اداره آمار ترکیه، ایرانی‌ها در سه ماه اول سال 2019 نزدیک به 950 ملک مسکونی در این کشور خریدند. آماری که به ترتیب 3.7 برابر دوره‌های مشابه در سال‌های 2018 و 2017 است. بر اساس قانون جدید ترکیه، شهروندان خارجی می‌توانند با سرمایه‌گذاری 250,000 دلاری اقامت و شهروندی این کشور را کسب کنند. موضوعی که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی از جذابیت زیادی برخوردار است. و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درباره حرکت توده ملخ‌های دریایی به سمت جنوب این کشور هشدار داده. بر این اساس به خصوص شهرهای کازرون، فراشوند، ممسنی، مهر و لامر در مسیر این توده‌های ملخ هستند. سازمان خاربار جهانی فاو وضعیت ایران را از حالت زرد به نارنجی تغییر داده. در این حالت حمله ملخ‌ها می‌تواند به باغ‌ها و مزارع آسیب جدی وارد کند. همانطور که در خبر هم شنیدید، ملخ‌های صحرایی به جنوب ایران هجوم آوردند. در خطر قرار گرفتن محصولات کشاورزی و آنچه از آن به عنوان تعلل در مبارزه با این آفت یاد شده، واکنش‌هایی را در بین کاربران